دوستان سلام عرض شد خدمت همگی، با یکی دیگه از وبینارهای معرفی جنس در خدمتون هستیم. امیدواریم که حال همگی خوب باشه. خدمتتون عرض کنم که جنس معنای لغویش به معنای جوانی و دورانی هست که توی اون دوران یا بازه یا زمان شما جوان بودید. اما جنس خیلی فراتر از این معنی لغوی یا حالا یک شرکت یا یک پلن درآمدی یا یک منوی محصولیه. چیزی که شما رو امشب دعوت میکنیم بهش اینه که در واقع یک لایف استایل جدید رو میخوام به شما معرفی بکنیم به نام جنس، و این در واقع برازنده ترین کلمه ای هست که میشه راجع به جنس در واقع گفت. خدمتتون عرض کنم که پیام یا استیتمنت شرکت جنس همونطور که توی تصویر میبینید به این شکله که جنس توی دنیا به افراد در واقع این پیام رو داره که ما میتونیم به هم دیگه کمک بکنیم تا پتانسیل هایی که در تک تک ما نهفته است اونو در واقع از طریق کمک کردن به هم دیگه شکوفا بکنیم. و خب همزمان با این قضیه از این محصولاتی که میتونن حس جوانی رو به ما برگردونن، سلامتی واقعی رو در ما ایجاد بکنن و ما میتونیم همه اینها رو به افراد دیگه هم انتقال بدیم، در واقع این تأثیر مثبت رو میتونیم خلق بکنیم. هم پتانسیل های نهفته هر کدوم از ماها شکوفته بشه، همین که حس جوانی، سلامتی، چیزی که فوق العاده با ارزش هست رو بتونیم هرچه بیشتر ایجاد بکنیم. اما تصویری که میبینید متعلق به هدکورتر یا دفتر مرکزی جنس همکنون هست که از سال 2015، در واقع سالی که 1 میلیارد دلار فروش شرکت جنس میزنه، در واقع به این تصویر منتقل میشه. قبل از اون دفتر جای دیگه بوده. یک فیلم خیلی کوتاه در مورد در واقع دوستان تصاویری که دیدید متعلق به در واقع فضای درونی شرکت جنس بود. میریم سراغ این اسلاید که در مورد بنیانگذاران شرکت جنس هست. آقای رندی ری از سمت چپ فاوندر جنس هست، یکی از بنیانگذاران شرکت جنس هست، و خانم وندی لوئیس فاوندر دوم هست، بنیانگذار دوم هست. این دو نفر زن و شوهر هستند و فرزندشون آقای اسکات لوئیس هم در حال حاضر مدیر عامل اجرایی شرکت هست. آقای رندی ری توی پرونده کاریش در واقع مشاور ناسا هم بود، از یکی از بزرگترین بیزنسمن هایی هست که توی صنعت پروگرامینگ در واقع توی امریکا ازش نام برده میشه. خانم وندی لوئیس جزو افرادی هست که توی صنعت دایرکت سلینگ 3 بار چهره تاثیرگذار شناخته شده، و آقای اسکات لوئیس هم که فرزند جوان خانواده است. خدمتتون هستم، یکی از نکات مهمی که در مورد جنس باید خدمتتون عرض کنیم رکورد بی سابقه ای هست که تو سال ششم خود شرکت جنس زده. همونطور که تو تصویر میبینید شرکت گوگل، ایبی، آمازون، فیسبوک و اپل رو میبینید. شرکت‌های بزرگ توی دنیا
خدمتتون عرض کنم چه مدت طول میکشه از زمانی که شروع به کار میکنن تا بتونن رکورد 1 میلیارد دلار فروش در یک سال به تنهایی رو بزنن؟ در واقع این یک عددی هست، یک رکوردی هست که بسیار بسیار مهم هست. مثلا شرکت گوگل زمانی که تأسیس میشه سال پنجم خودش میتونه رکورد 1 میلیارد دلار فروش در یک سال رو به تنهایی بزنه. فیسبوک سال ششم خودش به عنوان مثال، یا شرکت اپل هم سال ششم خودش. شرکت جنس به عنوان تنها شرکت نتورک مارکتینگ در تاریخ که تونسته این کارو بکنه در سال ششم خودش میتونه رکورد 1 میلیارد دلار فروش در سال رو بزنه. در واقع پشت این قضیه، جدا از بحث مدیریت شرکت و استراتژی هاشون، نکته خیلی مهم محصولات فوق العاده شرکت هست که این محصولات به دلیل تأثیر خیلی خوبی که داشته، به دلیل رضایتمندی که ایجاد کرده، باعث شده که افراد بیشتری از محصولات بخوان استفاده بکنن. اما نموداری که توی تصویر میبینید سال 2009، سالی که شرکت جنس تأسیس شده، و 2010 فروش شرکت جنس 30 میلیون دلار بوده. سال 2011 این عدد به 65 میلیون دلار میرسه و میاد جز 100 تا شرکت DSA توی دنیا. سال 2012 126 میلیون دلار، سال 2013 257، 2014 419 و 2015 فروش از 1 میلیارد دلار در سال میگذره و رکورد 18 DSA رو کسب میکنه. خب فروش پارسال شرکت جنس حدود 1.5 میلیارد دلار بود و رتبه اکنونش در واقع 13 در واقع DSA هست. اما ادوایزری بورد شرکت جنس در واقع چهرهای بسیار سرشناسی داره. آقای ناتان نیومان، یکی از پزشکان بسیار بسیار معروف در زمینه سلولای بنیادی و صاحب در واقع یه سری پتنت ها تو این زمینه، مثلا پتنت لیفت و در واقع طراح سری لومینس و انوی و شامپوی RVL شرکت جنس است. آقای وینسنت جیان پاپا که دو بار نامزد دریافت جایزه نوبل بودن، ایشون هم از طراحهای محصول شرکت جنس هستن و در ادوایزری بورد شرکت جنس هستن. ایشون هم به عنوان مشاور ناسا توی پرونده کاریشون فعال بودن. آقای ویلیام انزلاک در واقع یک پزشک بسیار بسیار معروف و یکی از چهرهای معروف تو صنعت دایرکت سلینگ هم در واقع توی ادوایزری بورد شرکت جنس هستن. ایشون مدیر علمی محصولات شرکت جنس هستن و خدمتتون عرض کنم که ایشون هم به عنوان اسپوکسمن یا سخنگوی اتحادیه اروپا در واقع قبلا فعال بودن و الان هم به عنوان در واقع یک مشاور بسیار قدرتمند که نقش بسیار بسیار مهمی توی شرکت جنس داره مشغول فعالیت هستن. خانم دونا انتار هم همینطور. این افراد در واقع ادوایزری بورد شرکت جنس هستن. افراد دیگه هم توی این بورد هستن که در واقع فعلا از این 4 نفر صحبت کردیم. توی سایت شرکت جنس میتونید اطلاعات بیشتری راجع به این افراد کسب بکنید. اما محصولات شرکت جنس، نکته مهمی که وجود داره اینه که صنعتی که شرکت جنس داره در واقع توش کار میکنه صنعت آنتی ایجینگ هست. صنعت آنتای ایجینگ ارزش 345 میلیارد دلاری داره امروز دنیا و در 5 سال آینده عدد 1 تریلیون دلار رو خواهد زد و صنعت بسیار بسیار مهمی هست. برای همه ما میتونه یک موقعیت طلایی باشه که هر چقدر میتونیم از این مارکت امروز سهم بگیریم. خدمتتون عرض کنم در مورد محصولات در خدمت خانم سعادتی هستیم که یه توضیحات خیلی مفصل و حرفه‌ای در مورد محصولات و در واقع مواردی که شرکت جنس برای ارائه توی منوی محصولیش داره خدمتتون توضیح بدم. خانم ساعتی در خدمتتون هست. ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت همگی، وقتتون بخیر باشه. در خدمتتون هستم برای توضیح محصولات کمپانی جنس. همونطور که همکارم توضیح دادن، کمپانی علاوه بر این که تونسته از لحاظ بیزنسی جایگاه فوق‌العاده‌ای رو توی دنیا داشته باشه، از لحاظ محصولی هم جایگاه ویژه‌ای داره. در واقع محصولات این کمپانی هر کدوم از لاین‌های محصولیش پشتوانه علمی و فرد علمی رو داره که یک سابقه علمی رو در اختیار ما داره قرار میده. محصولات جنس توی 3 شاخه اصلی طراحی شدن که در واقع برای تعریف جوانی و پیری و سلامتی هستن. تعریف ما از پیری شاید به طور کلی این باشه که به مرور زمان وقتی سنمون بالا میره پیر میشیم و این یک چیز طبیعی هست، یک روند هستش. اما در واقع تعریف علمی پیری این هستش که تخریب سلولی که در سطح دی ان ای اتفاق میفته باعث ایجاد پیری میشه که میشه گفت پیری یک بیماری هست و یک روند نیست.
اما این توضیحی که داده میشه مشخص میکنه که چه عواملی عاملهای پیری شناخته میشن و چه چیزهایی میتونه کنترل بکنه و پیشگیری بکنه از اینی که این عاملها آسیب زننده باشن. سه تا عامل مهم بررسی میشه و معرفی میشه. اولین شاخه سلول‌های بنیادی و کاهش ذخیره سلول‌های بنیادی در بدن ما هستش. دومین شاخه مربوط میشه به آسیب‌هایی که به بخش DNA میرسه و سومین شاخه مربوط هستش به آسیب‌هایی که سلول توی هنگام تکثیر سلولی بهش وارد میشه و در واقع سلول توی هر تکثیر کیفیت اصلی خودش رو از دست میده. اما لاین اصلی پوستی این کمپانی به اسم لومینس هستش که برای کاهش ذخیره سلول‌های بنیادی طراحی شده. این لاین توسط پروفسور نیومن طراحی شده، خاصیت جوانسازی رو به طور کلی به عهده داره و توی شاخه‌های مختلف سرم جوانساز، کلینزر، کرم روز، کرم شب، ماسک‌های صورت، لوسیون بدن و ژل روشن کننده طراحی شده. نکته اصلی که در مورد محصولات پوستی این کمپانی باید بگیم، به هیچ عنوان مواد اضافی رو وارد بدن ما نمی کنن، بلکه نسبت به حافظه سلولی ما سلولمون رو تحریک به تولید اون چیزی که نیاز دارن می کنن. به همین خاطر محصولات نه تنها فیدبک منفی نداره، بلکه بعد از استفاده به هیچ عنوان برگشت پذیر نیست و درمان اون درمان قطعی هستش. اما شاهکاری که توی این لاین هست و بعد خدمتتون معرفی کنم، سرم جوانساز این کمپانی هستش. این سرم حاوی بالای 200 فاکتور رشد داره که روز فاکتورهایی که خواص جوانسازی رو به پوست ما میده. تمام نیاز پوست رو از جمله شفافیت پوست برای درمان خطوط، افتادگی پوست و آبرسانی به عهده داره. این سرم کاملا نتیجه مشخصی رو روی پوست مشهود هستش و درمان‌های فوق‌العاده‌ای برای پوستایی که آسیب‌های شدید دیدن به همراه داره. اما محصول بعدی این کمپانی میکروکرم ایجلس هست، محصولی که در عرض 2 دقیقه خطوط پوست، منافذ پوستی و پف زیر چشم رو به کلی از بین میبره. این محصول به مرور زمان و استفاده بیش از 1 ماه تا 30% خاصیت درمانی داره، اما اگر که فقط تایم محدودی استفاده بشه تأثیر موقت داره، ولی در عرض 2 دقیقه کاملا چهره جوانی رو به نمایش میذاره. لاین قسمت بعدی محصولات پوستی کرم پودرهای انوی هستند. این کرم پودرها شامل 3 بخش پرایمر، فاندیشن و برونزر هستند. علاوه بر اینکه چهره هر فرد رو به چهره سالم و طبیعی تبدیل میکنه و بدون نقص نشون میده، تمام تایمی که این محصول روی پوست هست خاصیت جوانسازی رو به عهده داره و اجازه میده که سلول ما تمام تایم تغذیه بشه. پس با خیال راحت کسایی که تایم طولانی میخوان میکاپ داشته باشن میتونن از این محصول استفاده بکنن. همچنین آقایون و افرادی که سنشون حتی کم هست میتونن از این محصول برای صورت و بدن استفاده بکنن و اگر آسیب پوستی دارن که باعث آزارشون میشه میتونن کامل با این محصول کاور بکنن. 9 طیف رنگی برای این محصول وجود داره که بنابر رنگ‌های پوستی به راحتی میتونید رنگ پوست خودتون رو انتخاب بکنید و چهره طبیعی رو داشته باشید. نکته دیگه‌ای که در مورد این محصول باید بگم، تایم طولانی روی پوست به همون کیفیت باقی میمونه. به هیچ عنوان کدر نمیشه و حالت موندگی روی پوست نمیده. شادابی و تراوت پوست رو کاملا حفظ میکنه و در عین حال به هیچ عنوان روی گوشی، روی لباس و هیچ جای دیگه رد نمیندازه. بریم سراغ محصول بعدی، نوشیدنی ریزرو. نوشیدنی که برای لاین بعدی از جوانسازی تأثیر گذاره، در واقع عامل بعدی که عامل پیری شناخته می شد آسیبی بود که به بخش DNA می رسید. با استفاده از این نوشیدنی که حاوی مقدار زیادی آنتی اکسیدان هست، شما می تونید بدن خودتون رو تأمین بکنید از لحاظ اینکه جلوگیری بشه از اکسید شدن و آسیب‌هایی که داره به بخش DNA میرسه. این محصول همچنین خونسازی فوق‌العاده‌ای داره. نکته قابل توجهی که در مورد این محصول هست، با استفاده از فناوری نانو ریز مولکول شده و خاصیت مقدار زیادی از این محصول داره که بتونه از قشای سلولی عبور کنه. به همین خاطر مستقیما روی DNA تاثیرگذار هستش.
بیشترین مواد و مکمل‌های غذایی که توی مارکت‌های مختلف هستن توانایی عبور زیادی رو از غشای سلولی ندارن و نکته فوق‌العاده‌ای که در مورد این محصول هست این میزان تاثیرگذاری محصول هستش. نکته دومی که باید در مورد این محصول بگیم فعال کردن ژن سیرتوئین هست، یکی از ژن‌هایی که فقط در مواقع گرسنگی خیلی شدید فعال میشه و خاصیت چکاب کلیه بدن رو داره. وقتی این ژن فعال بشه کلیه اندام‌های بدن چکاب میشه و اگر سلولی در فرایند تکثیرش دچار اختلال شده اون سلول رو از فرایند تکثیر خارج میکنه و اجازه نمیده که تکثیر ناقص اتفاق بیفته. به همین خاطره که این محصول بهترین محصول برای پیشگیری از سرطان و بیماری‌های حاد مثل کبد چرب، بیماری‌های ریه و بیماری‌های پوستی هستش. محصول بعدی این کمپانی نوشیدنی مایند، نوشیدنی که روی سیستم عصبی بدن تاثیرگذار هستش. از لحاظ بالا بردن کنترل حافظه و سیستم عصبی فوق‌العاده این محصول مؤثر هستش. برای بیماری‌هایی مثل MS، آلزایمر و پارکینسون میتونه محصول فوق‌العاده‌ای باشه و اینکه کسایی که نیاز به تمرکز بیشتری توی کار و زندگیشون دارن میتونن از این محصول استفاده بکنن. محصول بعدی این کمپانی قرص فینیتی هستش. میریم سراغ شاخه سوم محصولی و در واقع عامل پیری که تکثیر سلولی با کیفیت پایین هستش. هر باری که ما تکثیر سلولی تو بدنمون اتفاق میفته یک بخش از اطلاعات منتقل نمیشه و همین باعث میشه که از لحاظ ظاهری چهره ما پیر با خطوط و افتادگی باشه و از لحاظ اندام‌های داخلی کارکرد سیستم‌های بدنمون رو کند و در به مرور زمان دچار اختلال بکنه. اتفاقی که میفته توی تکثیر سلولی این هستش که انتهای کروموزوم‌های ما که تلومرها قرار دارن توی هر تکثیر دچار آسیب میشن و طولشون کوتاه میشه. اگر این طول هی کوتاه بشه و دیگه انتقال اطلاعات دچار اختلال بشه توانایی تکثیر رو میگیره از سلول و سلول مجبور با همون کیفیت ادامه زندگی خودش رو بده تا جایی که این که ادامه زندگی براش امکان پذیر نیست مرگ سلولی و در واقع مرگ اون فرد اتفاق میفته. با خوردن این قرص طول تلومر شما به طول نرمال برمیگرده و در واقع اطلاعات سلولی شما هنگام تکثیر سلولی کامل اتفاق میفته. به همین خاطر میشه گفت با خوردن این قرص کاملا شما برمیگردید به سنین جوانیتون. سنی که پیشنهاد میشه برای استفاده از این محصول بالای 35 سال هست و حداقل باید 6 دوره این محصول استفاده بشه تا تأثیر کامل این محصول خودش رو نشون بده و مؤثر واقع بشه. این محصول بنیادی ترین محصول این کمپانی هست و اجازه میده که تمام اندام‌های بدن، تمام سلول‌های بدن جوان بشن و انتقال اطلاعات با کیفیت مطلوب اتفاق بیفته. نکته اولی که در مورد این محصول میتونید مشاهده بکنید افزایش قوای جسمانی و تأثیرات دیگه‌ای که میتونید ببینید روی سیستم کنترل قلب و عروق و ریه و کلیه و بینایی هستش. اما محصول بعدی این کمپانی قرص AM و PM هست. این قرص توسط پروفسور جیان پاپا طراحی شده. ایشون به خاطر طراحی این محصول سال 2014 کاندید جایزه نوبل شدن. این محصول که یکیش صبح بعد مصرف بشه و یکیش شب، خاصیت رساندن ویتامین ها، عناصر و مواد معدنی مورد نیاز بدن هستش. یکی از مهمترین نیازهای بدن حفظ تعادل هست. خیلی از ماها تعریفی که برای سلامتی داریم این هست که همینی که بیمار نباشیم سالمیم، ولی در واقع حفظ کنترل بدن و حفظ استیبیلیتی بدن، هموستازی بدن باعث میشه که سلامتی ما کامل باشه. قرصی که روز مصرف میشه ویتامین های بدن رو تامین میکنه که بدن بتونه تو سطح انرژی بالایی قرار بگیره و قرصی که شب مصرف میشه اجازه میده که دستگاه های اضافی بدن که تایم شب بهشون نیاز نیست خاموش بشن و کیفیت خواب ما بالا بره، خواب عمیقی داشته باشیم و میزان ریکاوری بدن بالا بره. به طور کلی این محصول اجازه میده که حفظ تعادل بدن بالا بره، یعنی اگر آسیبی به بدن شما برسه توی کوتاه ترین تایم بدن شما به حالت نرمال برگرده و بتونه حالت نرمال داشته باشه. این محصول برای صبح و شب استفاده میشه و محدودیت سنی نداره، اصولا برای بالای 20 سال قابل استفاده هست، یکی از بهترین محصولات آنتی ایجینگ دنیا شناخته شده.
محصول بعدی که براتون میخوام توضیح بدم پودر نارا هست. این پودر فوق‌العاده روی مو، ناخون تاثیرگذاره برای جلوگیری از ریزش مو، رشد مجدد موهایی که ریخته، برای تقویت ناخون و یکی از کارهای مهمی که انجام میده افزایش میزان کلاژن سازی پوست هست. خانم‌ها و آقایانی که تمایل دارن از لحاظ مو، ناخون و جوانسازی پوست محصولی را استفاده بکنن که سرشار از ویتامین و آنتی اکسیدان باشه، میتونن این محصول رو استفاده بکنن و از مزایاش استفاده کنن. محصول بعدی این کمپانی پکیج زنبادی هست. این پکیج توسط آقای مارک مکدونالد، یکی از بهترین فیتنس کارهای دنیا، طراحی شده. این پکیج کمک میکنه که شما به تناسب اندام برسید، نه به این معنی که لاغر یا چاق بشید. تناسب اندام تعریفی هست که میزان چربی بدن توش مشخصه و به هیچ عنوان آسیب نمیزنه به بدن. میزان ماهیچه های بدن هم به همین صورت با افزایش سن از حجم ماهیچه ها کاسته میشه و در واقع بافت‌های چربی جای اونها رو می‌گیرن. با استفاده از این پکیج شما می‌تونید قرص چربی سوز استفاده بکنید و افزایش سوخت و ساز بدن رو ببینید. در کنارش پودرهای پروتئینی استفاده بکنید که تغذیه بدنتون رو کامل بکنه و پودرهای آمینویی که روی حجم ماهیچه‌ها تأثیر می‌گذاره. این محصول بدون اینکه آب بدن یا حجم ماهیچه‌ها رو بگیره، چربی های مضر بدن رو کمک میکنه که بسوزن و دفع بشن. محصول بعدی این کمپانی نوشیدنی های نوو هستن. این نوشیدنی ها سرشار از ویتامین هستن و کالری پایینی دارن. 50 کالری فقط توی این محصول وجود داره، ولی در این حال انرژی فوق‌العاده‌ای رو به بدن میرسونه، طعم‌های مطلوبی داره و میتونه تا تایم طولانی بدن رو توی حالت انرژیک قرار بده. پکیجی که بعد از این میخوام معرفی کنم پکیج RVL هست که برای مو و سطح کف سر طراحی شده. این پکیج کمک میکنه واسه کسایی که شامپوی مناسبی میخوان استفاده بکنن از شامپو، محصول لیوین کاندیشنر و اسکالپ مو استفاده کنن. کسایی که ریزش مو داشتن و مخصوصا همین اواخر بوده میتونن از این محصول استفاده کنن، رشد مجدد مو رو ببینن و بهترین نوع شوینده رو داشته باشن که علاوه بر اینکه سطح مو رو فوق‌العاده تمیز میکنه و براقیت مو رو حفظ میکنه، پی‌اش نرمالی داره و اجازه نمیده که مو آسیب ببینه. لیوین کاندیشنر این محصول هم برای بعد از حمام استفاده میشه و به مو خاصیت درخشانندگی و نرم کنندگی میده. محصول بعدی ریوایت بلو هستش. محصولی که انرژی فوق‌العاده‌ای میده، آنتی اکسیدان هست و برای سلامتی و جوانسازی بدن هم ایشون این محصول طراحی شده. ممنون از اینکه حرفای منو شنیدین. مرسی از اینکه وقت گذاشتید. متشکرم. خدمتتون هستم آقای میسم. ممنون خانم سعادتی. بسیار بسیار عالی. توضیحات بسیار حرفه‌ای. ممنونم. امیدوارم که برای دوستان مفید واقع شده باشه. خب دوستان، در مورد محصولات اطلاعات خیلی خوبی رو کسب کردید. مطمئناً اطلاعات خیلی بیشتر هست که میتونید با کسایی که شما رو دعوت کردن به این جلسه تماس بگیرید و از اونها در واقع سورس های اطلاعاتی بیشتری رو در واقع بخواید. خب در این قسمت میخوام راجع به پلن درآمدی شرکت ژنس صحبت کنیم. دوستان، همه شرکت های بزرگی دنیا وجود دارن، چه خدماتی چه حالا محصولی. مثلا کار به نتورک هم نداریم. معمولا افراد وقتی که از محصولاتش خوششون بیاد دوست دارن با اون شرکت کار بکنن. یکی از اون راههایی که شما میتونید با این شرکتی کار بکنید این که برید اونجا و بگید که من میخوام با شما کار بکنم، میشه نمایندگی بگیریم، میشه تخفیف بگیریم، چجوری من میتونم با شما کار بکنم. این چیزی که در قدم اول زمانی که شما میخواید با شرکتی که محصولات فوق‌العاده‌ای داره و مورد علاقه شما هست کار بکنید، این قدم اول در واقع بدیهیه. شرکت ژنس هم در واقع به همین شکل شروع میکنه، منتها نیاز هست که توضیحات رو قبلش خدمتتون بگم تا پیش زمینه پلن درآمدی شرکت ژنس براتون کاملا مشخص بشه. تصویری که میبینید دوستان گستردگی در واقع فعالیت شرکت ژنس توی دنیا هست. اما نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که یک تمایلی توی انسان وجود داره و اون تمایل به این شکلی که شما وقتی یک تجربه خوبی رو دارید یا یک محصول خیلی خوبی رو جایی می‌بینید یا فیلم خوبی رو می‌بینید یا یک رستوران خیلی خوبی می‌بینید یا حتی یک خاطره خیلی خوبی دارید، دوست دارید اینو با بقیه شیر بکنید و اینکه با بقیه در میون دوست دارید اینو با بقیه در میون بذارید، نکته‌ای هست که ریشه و
در واقع فلسفه سیستم نتورک مارکتینگ هست. شرکت‌های نتورک مارکتینگ از این اصل استفاده می‌کنن، از اینکه من و شما وقتی تجربه خوبی داریم می‌خوایم با بقیه در میون بذاریم از این استفاده می‌کنن. اونا محصولات خوبی رو ایجاد می‌کنن تا واقعاً یک تجربه خوب و دلپذیر باشه واسه افراد و حالا افراد دوست دارن اینو با بقیه شیر بکنن. کنار این تمایل طبیعی انسان‌ها، نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که در واقع حالا یک اینسنتیو یا یک موتیویشن یا یک بحث درآمدی هم به این قضیه اضافه میکنم که این باعث میشه خدمتتون عرض کنم که برای افراد جذاب بشه. خب نکته دیگه که اینجا باید خدمتتون توضیح بدم اینه که شما بحث تبلیغات رو همه شنیدیم. تبلیغات توی دنیا داره انجام میشه و یکی از بخشایی است که افراد و شرکت‌های بزرگ توی دنیا سرمایه‌گذاری‌های میلیارد دلاری می‌کنن روش. بیلبوردها، رادیو، تلویزیون، مجلات، حتی بحث اینترنت، اینها میدیوم‌هایی هستن یا ابزارالاتی هستن که برای تبلیغات از اینا استفاده میشه. اما فرض می‌کنیم یه بیلبورد شما عکس یه دونه نوشیدنی می‌بینید. طبیعتاً اون بیلبورد هیچ ایده‌ای نسبت به اون در واقع نوشیدنی نداره و نمیدونه که این نوشیدنی واقعا خوب هست یا نیست. اما فرض میکنیم که افراد میان یه سری نوشیدنی رو تست میکنن، یه سری محصول رو تست میکنن، حالا یه تجربه واقعی وجود داره و اون افراد حالا با بقیه صحبت میکنن. این میشه نتورک مارکتینگ، در واقع یک سیستم بسیار قدرتمند و بسیار منطقی تر و قوی تر نسبت به تبلیغات دیگه هست و این بیدلی نیست که نتورک مارکتینگ یک انقلاب توی دنیا و بس حالا بیزنس ایجاد کرده. اما 6 تا پلن درآمدی داریم توی یا 6 قسمت داریم برای پلن درآمدی شرکت جنس که این 6 قسمت رو خدمتتون توضیح میدم. در مرحله اول شرکت جنس بعد از اینکه شما ثبت نام میکنید یک اکانت میزنید در واقع به شما امتیاز 30-45% تخفیف میده. یعنی شما میتونید محصولات رو با 30-45% تخفیف دریافت بکنید و حالا با سود خورده فروشی در واقع اونو به فروش برسونید. همزمان به شما یک وبسایت هم میده که این وبسایت تو کل جهان معتبر هست و اپریشنال هست، در واقع میتونید شما اینو تو کل جهان استفاده بکنید. وبسایتتون رو به هر کسی هر جای دنیا بدید، اون فرد میره رو وبسایت شما، اون وبسایت دقیقاً کپی وبسایت خود شرکت جنس هست. اطلاعات محصولی وجود داره، اطلاعات شرکت وجود داره و در واقع امکان این وجود داره که فرد خرید انجام بده از سایت. خریدش انجام میده، محصولات با ضمانت شرکت برای فرد ارسال میشه، خدمات پس از فروش به خود شرکت هست. شما همون مبلغ 30-45% که بابت کمیسیون پلن یک داشتید رو شرکت همونجا تو حساب شما واریز میکنه بعد از اینکه پرداخت فرد آنلاین انجام شد. این پلن یک شما، پلن شماره یک شرکت جنس است. اما تو پلن شماره دو شما میتونید معرف افراد دیگه مثل خودتون باشید. شما میتونید افراد دیگر رو به عنوان نماینده معرفی کنید. زمان معرفی یا زمان ثبت نام، نام یک معرف میخواد شرکت جنس و نام شما به عنوان معرف ثبت میشه. حالا بسته به پکیجی که اون فرد خریداری میکنه زمان ورود، شما پورسانتی از $25 to $250 دریافت میکنید. این در واقع پاداشی هست که صرفا زمانی که شما معرف یک فرد جدید میشید که میخواد با شرکت جنس به عنوان یک دیستریبیوتور کار بکنه، شما زمانی که معرفی میکنید اون فرد، به شما این پاداش داده میشه از $25 to $250. اما پلن شماره 3 که اولین قدم از حالا انقلاب درآمدی پلن درآمدی شرکت جنس هست، پلن باینری هست. پلن باینری شرکت جنس یک بخش حالا هنوزم کوچیکی از کل پلن درآمدی هست، بنابراین شرکت جنس پلن اصلیش پلن باینریش نیست. شما تو پلن باینری 2 سازمان فروش میسازید، سازمان سمت راست، سازمان سمت چپ. خب طبیعتاً با معرفی افراد اولیه شروع میکنید، شاید 2 سمت راست، 3 سمت چپ، بسته به حالا توانایی خودتون و میزان زمانی که میذارید. اونها پکیجاشون رو میخرن، چون شما معرف اونها هستید طبیعتاً یک پورسانتی رو یا پاداشی رو بابت معرف اونها طبق پلن شماره 2 دریافت میکنید. اما تو قدم بعد این افراد میتونن افراد دیگر رو معرفی بکنن و این قضیه به اینجا ختم میشه که شما 2 سازمان اکتیو و در حال رشد ایجاد میکنید. حالا هر محصول یا هر پکیجی یک امتیاز داره. از همون افراد اولیه که شما معرفی میکنید طرفین خودتون، هر پکیجی که اونا خرید میکنن یا هر محصولی که خریده میشه تا مادام العمر هر کدوم یه امتیازی داره. مثلا پکیج کوچکترین پکیج شرکت 100 امتیازیه یا بزرگترین پکیج شرکت 500 امتیازیه. زمانی که افراد پکیج ها رو میخرن این امتیاز ها هم سمت راست و چپ شما ثبت میشه و شما در واقع سمت راستتون یه سری امتیاز انباشته میکنید، سمت چپتون یه سری امتیاز که بابت این امتیازها قرار یک پورسانت شماره 3 به شما داده بشه.
بابت 600 امتیاز یک سمتتون و 300 امتیاز سمت دیگه‌تون شما $35 هر بار خواهید گرفت و این 600 امتیاز 300 امتیازا همیشه به این شکله که 600 سمت بیشترتون کم میکنه 300 سمت کمترتون و این باز هم به نفع شماست. بنابراین بابت هر 600 امتیاز سمت بیشترتون هر 300 امتیاز سمت کمترتون شما $35 پورسان دریافت میکنید که این $35 تا هفته $26,250 میتونه در واقع رشد بکنه و عددی که شما میتونید در هفته بابت پلن شماره 3 دریافت بکنید $26,250 هست که در ماه میشه حدود $105,000. پلنش در واقع شماره 3 شرکت جنس پلن باینری پتانسیل کسب حدود $100,000 درآمد برای شما رو داره در ماه. اما پلن 4 شرکت جنس که پلن اصلی شرکت هست به شما این امکان رو میده که تا 7 نسل بعد از خودتون از درآمد اونها درآمد داشته باشید. 20% از درآمد باینری نسل یکتون، 15% از درآمد باینری نسل دوتون و همین ترتیب ادامه پیدا میکنه. اما نسل یکتون کسایی هستن که شما مستقیما اونا رو به سیستم دعوت کردید و معرفشون بودید، کسایی که شما اسپانسرشون هستید، میتونن هر چند تعداد که در واقع شما بخواید باشن، 100 نفر، 2 نفر، 30 نفر، 1 نفر، هیچ در واقع محدودیتی وجود نداره. تمامی اون افراد هر چقدر که تو پلن 3 شون، پلن شماره 3 خودشون، پلن باینری درآمد کسب بکنن، شما هم 20% از اون درآمد از سمت شرکت میگیرید. اما 15% از درآمد باینری نسل 2 ها رو هم میگیرید، 10% از درآمد باینری نسل 3 خودتون رو هم میگیرید، 5% از درآمد باینری نسل 4، 5، 6 و 7 رو هم میگیرید. پلن شماره 4 قدرتمندترین پلن درآمدی شرکت جنس هست، محدودیتی روش وجود نداره و شما تا 7 نسل بعد از خودتون ازشون درآمد دارید. پلن شماره 5 پلنی است که شما میتونید درآمد 20% از نسل یک خودتون رو تو پلن شماره 4 تا 25% و در قدم بعدی تا 30% افزایش بدید. وبسایتی که شرکت جنس به شما داده، در واقع شما اگه 5 تا مشتری روش داشته باشید 5% به 20% اضافه میشه و اگه 10 تا مشتری در ماه روش داشته باشید 10% به 20% نسل یکتون اضافه میشه و شما در واقع تو پلن شماره 4 که 20% از درآمد باینری نسل ستون رو میگرفت، نسل یکتون رو میگرفتید، حالا میتونید تا 30% این عدد رو افزایش بدید. اما نکته خیلی مهمی که تو پلن درآمدی شرکت جنس هست، استخر پول شرکت جنس هست که ویژن هر کسی هست که توی جنس داره کار میکنه. تو 10 سالی که جنس کار کرده توی دنیا حدود 250 نفر توی این استخر الان عضو هستن. نحوه عضو شدن این استخر چجوریه؟ شما هر زمانی که دایموند شرکت جنس بشید عضو این استخر میشید. این استخر، استخر دایموند اسمش هست به همین دلیل. افرادی که عضو این استخر میشن در واقع هر 3 ماه یک بار شرکت جنس 3% از فروش جهانیش رو توی این استخر تزریق میکنه، 3% از فروش جهانیش رو، و این عدد بین اون افرادی که توی استخر هستن تقسیم میشه. البته بسته به این که شما چقدر چه دایموندی هستید و یا رنگ‌های بالاتری اگه کسب بکنید میتونید سهام بیشتری رو حتی کسب بکنید و عدد بیشتری رو دریافت بکنید. اما صرف این که شما تو زندگیتون تو شرکت جنس دایموند شدید برای همه زندگی خودتون و نسل‌های بعد از خودتون همیشه تو 3% از فروش جهانی شرکت جنس سهم خواهید داشت و این فوق‌العاده است. اما نکته دیگه‌ای که میتونیم در مورد مزایای فعالیت با شرکت جنس بگیم، سفرهای تفریحی است. تجربه‌های فراموش نشدنی هست که شرکت در واقع برای افراد ایجاد میکنه. 3 دسته سفر وجود داره. یکی سفرهای تفریحی تحت عنوان incentive trips ازش نام برده میشه و برای همه افراد آزاد هست، همه افراد میتونن تون شرکت بکنن به شرطی که سری شرایط رو کسب کرده باشن، ولی مال همه رنگ ها وجود داره. سفر emerald experience هست که تجربه emerald مربوط به کسانی هست که رنگ emerald رو کسب میکنن و رنگ امرالد یک رنگ قبل از دایموندی هست. کلا تو شرکت جنس 15 تا رنگ وجود داره. رنگ دایموندی رنگ شماره 10 هست. بنابراین شما به رنگ شماره 9 که میرسید امرالد، یه سفر تفریحی در واقع تحت عنوان امرالد اکسپریانس دارید که همین چند روز پیش فکر می‌کنم دیروز تموم شد یا امروز تموم میشه، توی بالی هست این سفر. امسال توی بالی بوده. اما تجربه در واقع دایموند دیسکاوری سفر دیگه شرکت جنس است که مخصوص دایموند به بالاها هست. هر سال دایموند شرکت جنس توی یک سفر فوق‌العاده یک هفته، حالا 8 روز تا 10 روز، یک جای دنیا که بسیار بسیار خاص و اگزاتیک هست اصلاً دعوت میشن و در واقع کاملا مجانی خودشون و خانواده‌شون، حالا به اتفاق همسرشون، در واقع اونجا دعوت میشن و یک سفر فوق‌العاده بی‌نظیر رو
در واقع تجربه میکنن، که این سه مورد سفرهایی که ازش نام بردیم جز مزایایی هست که شرکت جنس در کنار پلن درآمدیش داره. خدمتتون عرض کردم که جنس بیشتر از اون که یک پلن درآمدی یک شرکت باشه یک لایف استایل هست. شما با این سری محصولات فوق العاده آشنا میشید و شروع میکنید به استفاده که میتونه سلامتیتون رو تضمین بکنه. این محصولات محصولات درجه یک دنیا هست و کنارش میتونید درآمدزایی داشته باشید، همچنین کنارش سفرهای بسیار جالبی رو براتون برنامه‌ریزی میکنن. و نکته بعدی که میخوام اضافه بکنم به این چیزی که خدمتتون گفتم اینه که در کنار پلن‌های درآمدی یه سری پلن‌های تشویقی هم وجود داره. پلن‌های تشویقی بسیار متفاوتن. پلن تشویقی که الان وجود داره، همیشه هر ماه پلن تشویقی خاص خودشو داریم. پلن جی پی اس ازش نام میبرن و این پلن خیلی ساده میگه آقا فلان رنگ رو اگه شما کسب بکنید با این میزان امتیاز من به شما بونس هم میدم، یک پاداش جدا از پلن درآمدی میدم و این عدد تا 15000 دلاره. یک فرد میتونه توی طی 2 ماه یه سری شرایط داره اون شرایط کسب بکنه و تا 15000 دلار در واقع پاداش بگیره و این عدد میتونه خیلی خیلی جدی‌تر از اون پورسانتی باشه که شما بابت اون پلن‌های درآمدی در ابتدای کارتون دارید کسب می‌کنید. اما خدمتتون عرض کنم که سیستم نتورک مارکتینگ یا حالا فعالیت تو شرکت جنس، شما با محصولاتی سر و کار دارید که جوایز جهانی دارن، جوایز درجه یک جهان رو دارن. بنیانگذاران شرکت افراد بسیار بسیار موجهی هستن. رنگ شرکت جنس 13 DSA هست و بسیار بسیار مهمه. سیستمی که اونجا طراحی شده یک سیستمی است که میتونه موفقیت رو به بهترین شکل بهینه کنه برای ما. حمایت چند زبانه وجود داره، سفرهای فوق العاده مهیج و در واقع فراموش نشدنی وجود داره. برای تک تک قدم‌هایی که شما برمی‌دارید ریکگنیشن یا جایزه وجود داره. شرکت شما تقدیر و تشکر میکنه. شما زمانی که اگزیکیوتیو میشید که اولین رنگ شرکت جنس هست، در واقع خود شرکت برای شما ایمیل میزنه و پین خاص خودش وجود داره، بج سینه وجود داره براش و افراد در واقع بالای تیم به شما تبریک میگن و در واقع امکانات بسیار بسیار زیادی رو شما میتونید تو مسیر خودتون از لحاظ حمایتی دریافت بکنید. نکته دیگه که بعد راجع به شرکت جنس خاصه خدمتتون عرض کنم، سیستم بسیار بسیار قویه که تونسته بحث‌های مارکتینگ، بحث‌های کمپین‌های آنلاین، بحث‌های فالو آپ از افرادی که شاید به عنوان لید شما تو زندگیتون دارید و میخواید با اونها کار نتورکتون انجام بدید، ویدیوهای بسیار قوی برای تبلیغات یا حالا امکانات اینچنینی روی اپلیکیشن جی موبایل روی موبایلتون همین امکانات رو دارید و میتونید از اون استفاده بکنید. کنار این قضیه شرکت جنس تمامی در واقع وسایل تبلیغاتیش و هر چیزی که برای خودش در واقع طراحی میکنه، مثل بروشور، مثل کاتالوگ، مثل پوستر یا حالا هر در واقع بنر، هر چیزی که طراحی میکنه یه نسخه از اونو در اختیار در واقع بچهای دیستریبیوتورهای شرکت هم قرار میده. شما دسترسی کامل به اون در واقع مسائل دارید روی همون موبایلتون. اما نکته‌ای که در آخر باید خدمتتون عرض بکنم، همین صحبتایی که گفتیم بسته به این داره که شما فقط یک تصمیم رو بگیرید یا نگیرید. موفقیت چیزی جز یک تصمیم نیست. همون افرادی که تو این سیستم‌ها یا هر جای دیگه دنیا موفق شدن، موفقیت‌های خیلی بالا کسب کردن، راز کارشون درست تلاش کردن، جای مناسب بودن، بهاشو پرداخت کردن، ولی قبل از هر چیزی یک تصمیم گرفتن. تصمیم گرفتن که موفق بشن و بقیه مسیر تلاش هست. بقیه در واقع مسیر اینه که شما تو یک سیستم قدم به قدم که حمایت میشید، که توش آموزش وجود داره، در واقع شروع کنید به کار کردن، که این رو در واقع جنس برای ما مهیا کرده و ما وبینارهای آموزشی داریم، حمایت داریم و خدمتتون عرض کنم قدم به قدم شما رو تو این مسیر میتونیم کمک بکنیم. دوستان ممنون و متشکر که توی این وبینار شرکت کردید. اگه سوالی داشتید میتونید از طریق افرادی که شما رو به این وبینار دعوت کردن در واقع پاسخهای خودتون رو بگیرید. لینک وبینار و در واقع ویدیوی این وبیناری که امشب داشتم هم روی یوتیوب گذاشته میشه. امیدوارم که مفید واقع بشه. موفق باشید. خدا نگهدار همگی.